اینجا نمایشگاه آنچه باقی خواهد ماند در شهر استکهلم. سوران منصورنیا عزیز، برادر زنده یاد برهان منصورنیا، و مهسا پیرایی، دختر زنده یاد مینو مجیدی با ما هستند. سوران جان، لطفاً به ما بگید که این نمایشگاه دقیقاً درباره چه هست و به چه هدفی برگزار شده. سلام و عرض ادب خدمت شما و مردم شریف ایران. این نمایشگاه مجموعه ای از یادگاری های عزیزانمون هست، از کشته شده های دهه 60 تابستون 67، از سال 88، از کشته شده های ده 96 و تا انقلاب زن زندگی آزادی. ما سعی کردیم یه سری وسیله های شخصی عزیزانمون که نشون بده روزی زندگی کردن، نفس کشیدن، قدم زدن، لباساشون رو پوشیدن رو بیاریم، و خیلی از وسیله از ایران اومده، از ایران وسیله رو آوردیم اینجا، و هدف اصلیش اینه که نشون داده بشه این کسایی که کشته شدن عدد نیستن، اینا زندگی بودن، از دست رفتن، اینا مثل ما نفس می کشیدن. این جعبه هایی که پشت سرمون هست آویزون شده، اینا لبخندهای واقعی هستن. زمانی اینا می خندیدن مثل ما، گریه می کردن مثل ما. مهسا جان، شما مادرتون یکی از اولین زنانی بود که در اعتراضات زن زندگی آزادی متاسفانه در شهر کرمانشاه کشته شد، و وسیله های شخصی ایشون هم در اینجا به نمایش داده میشه، و شما الان حق سوگواری، حق این که بر مزار این عزیزان حاضر بشید به عنوان فرزندشون ازتون گرفته شده. از حسال خودتون بگید در اینجا، و مخصوصا وقتی که میبینید که خانواده های دادخواه از 4 دهه اینجا در کنار هم جمع هستن و برای تهیه این نمایشگاه زحمت کشیدن. خب از وقتی که شروع کردیم به چیدن نمایشگاه با خانواده‌های دادخواه که از دهه 60 هستن، آبان و آخرین و من و رامتین که از خانواده‌های زن زندگی آزادی هستیم، خب خیلی درد داشت، خیلی دردناک. روایت هر کدوم که صحبت میکنن، هر کدوم از این عزیزا که زندگی داشتن، امید داشتن، هر کدوم عشق میدادن، عشق میگرفتن، خب خیلی لحظه های سختیه، و هر کدومو که نگاه میکنیم عکسا رو واقعا دردناکه، و خیلی لحظه های احساسی، یه طوری انگار سر مزارشون هستیم. الان اون حسو داریم که داریم میریم سر مزار هر کدوم، عکسا رو میبینیم. و سوران جان، شما اشاره کردید که این وسیله ها تعداد زیادیش از ایران جمع‌آوری شده و به اینجا آورده شده، میشه از چگونگی این جمع‌آوری و تلاشی که برای این کار شده هم برای ما بگید لطفا؟ ما سعی کردیم که در 3 ماه گذشته در ارتباط با جمعی از خانواده‌های داخل ایران یادگاری‌های عزیزانشون رو بیاریم خارج از کشور. مسافران عزیزی که رفتن ایران و برگشتن، زحمت کشیدن، وسیله رو آوردن تا استکهلم برای ما، و ما اینجا تونستیم که امانتدار باشیم، امانتدار این وسیله ها. امیدواریم که این نمایشگاه جای دیگه هم برگزار بشه، ولی توسط مسافرانی از ایران این لوازم عزیز برای ما اومده. از یادگاری های زنده یاد برهان بگید لطفاً. برهان یه سری الان وسیله دیده میشه الان. بله، پشت سر شما دیده میشه. الان این کفش برهان تون باکس هست، همون کفشیه که توی 25 آبان باش تیر خورد. لباسش این همین لباسیه که توی تصویر هست، و پوتینش هم پوتین سربازی، 2 ماه مونده بود سربازیش تموم بشه، همون پوتینیه که توی سربازی میپوشید، و یه پاکت سیگار هم هست که آخرین پاکت سیگاریه که برهان خریده، و یه دستخط خیلی کوتاه از دوران سربازیش که نوشته. کلن از برهان همین باکس دیگه برای من باقی مونده، دیگه چیزی از برهان ندارم الان اینجا.
شما از یادگاری های زنده یاد مینو مجیدی بگید. مادر وقتی که بر دیدن من اومده بود انگلیس، یه جشن تولدش بود، تو اون جشن لباس پوشید و اولین و آخرین باری بود که اون لباس رو میپوشید. من اون لباس آوردم، آویزون کردم کنار عکسش که با همون لباسه و عکسش روی همین باکس هایی هم که درست کردیم زدیم آویزون کردیم. ما الان در اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی هستیم که به کشته شدن صدها نفر منجر شد و متاسفانه خانواده دادخواهی ایران در سال گذشته دوباره بزرگتر و بزرگتر شد. در این اولین سالگرد، درباره اولین سالگرد بگید، مخصوصا شما مهسا جان با توجه به اینکه مادرتون در این اعتراضات کشته شد، که این اولین سالگرد چه اهمیتی داره برای شما؟ به نظر من اولین سالگرد خب از این نظر مهمه که فکر میکنم مردم باید بیشتر با ما هم صدا باشن، چرا که اگر ما هم دل و هم صدا بودیم با خانواده های خاوران، خانواده این سالهایی که جنایت شده، شاید عزیزان ما زنده بودن. و الان فکر میکنم اگر بیشتر صدای ما باشن، شاید دیگه جنایت بیشتری نبینیم، شاید عکسای بیشتری اضافه نشه به این عکسا. و امیدوارم که مردم بتونن سکوتشون رو بشکنن و نه تنها صدای ما، صدای خودشون باشن، سکوتشون رو تبدیل به فریاد بکنن که این سرنوشت تلخ ما و پایان زندگی عزیزان ما شروع تازه و شروع خوبی باشه براشون. شما چی سوران جان درباره این اولین سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی و مخصوصا که مهسا جان اشاره کردن به اهمیت همبستگی خانواده های دادخواه، ما اینجا خانواده های دادخواه رو از 4 دهه در کنار هم میبینیم. یه حسی که در این نمایشگاه همه ما خانواده دادخواه داشتیم این بود که در حین اینکه همه یه رنجی روی تن خودمون داشتیم، یه حسی بود که یه حس در عین تلخی، یه حس شیرینی بود که همدیگر رو میفهمیم، میدونیم که هممون از یه تبر خوردیم، این زخم ها زخم یک تبره و همدیگر رو انگار تازه پیدا کردیم. کیلومترها خیلی از خانواده از آمریکا اومدن، از انگلستان اومدن، از آلمان اومدن، همه اینجا جمع شدیم. یک نمودی میتونه از واقعا مردم عزیز ایران باشه. ما تازه همدیگر رو پیدا کردیم و این همدلی و این پیدا کردن خیلی امید بخش به واقعا روزهای خیلی روشن‌تر و واقعا همه ما به امید زنده ایم. خیلی متشکرم از هر دوی شما بزرگواران، سوران منصورنیا برادر زنده یاد، برهان منصورنیا و مهسا پیرایی دختر زنده یاد مینو مجیدی. متشکرم.